تحت فشار توپ رو از یار ملوان میگیرن. کاپیتان مرتضی کاشی. ارسال بلند خط دفاعی، ضربه سر ناقص، توپ به سمت راست میاد، رضاییان فرصت برای ارسال داره، سرزنهای سبا منتظر توپ هستن، توی دروازه، توی دروازه. چقدر سبا کارهای نمایشی انجام میدن، از خوشحالی این گل. با هم ببینیم توپی که مستقیم فرستاد به سمت دروازه و مقصر این گل هم حسنی صفت خواهد بود. در این فصل یرکت خطا، این بار به سود ملوان، پاس اشتباه در مرکز زمین، جریمش یه خطا به سود ملوان هست. جا میمونه رضاییان، گوشه محوطه جریمه، رمضانی توپ رو بلند میفرسته، فرصت برای ملوان و توی دروازه. جلال رافخایی گل مساوی رو به سر خورده و رافخایی بعد از دو فصل در ورزشگاه یادگار امام یه بار دیگه به سبا گل میزنه. با هم ببینیم، مهاجم باهوشی هست، توپ رو به جای فرستاد که لک اکبر صادقی کمی میتونه آزادانه تر عمل بکنه در مرکز زمین. یه توپ بلند فرار جلال رافقایی، موقعیت، ببینیم چی شد، پنالتی، پنالتی میرسه و دیگه چه بازی شود در ادامه مسابقه. با هم ببینیم، دست چپش کار کرد روی کتف سید جلال رافقایی، بکنم نوزتیه که پشته توپ قرار گرفته. داور چهارم داره با گل محمدی صحبت میکنه، بازیکنان منتظر این اتفاق جریان مسابقه هستن. ضربه پنالتی و توی دروازه، گل دوم برای ملوان. میتونم برم بالاتر از تیم سبا قرار بگیرن. ملوانی که یک بار کاشی تک میزنه، موفق تر بازیکن ملوان. در خط دفاعی بازم زد دمله، محمد هادی یعقوبی، ببینیم چه اتفاقی افتاد. خطا، خیلی هم با تجربه هست. با هم ببینیم، انصافا بیرون محوطه جریمه مرتکب خطا شد. دیگه این گل اگر به ثمر برسه کار سبا تمومه در این مسابقه. خطا کاملا بیرون محوطه جریمه هست، داور مسابقه هم خوب تشخیص داد. اما الان دقیقه 83 مسابقه است. رفقایی پشت توپ، داور تذکر میده بازیکنان هر دو تیم. ببینیم چی کار میکنه رفقایی با این توپ. دقیقه 83 ضربه میزنه و زیرتاقی زده، دروازه رو باز کرد. ملوان که در قم سواری داره سوار رو میبره، از اون ضربات پنالتی زد که